سلام به تفسیر خبر امروز، خوش آمدید. در هفته گذشته احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، احمد خاتمی، یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت رئیسه این مجلس، و همچنین حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد، اظهاراتی رو برخلاف آنچه که واقعیت هست بیان کردند و آیان موسوی و کروبی رو به فساد فی‌الارض، یعنی به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی کردند و بحث هایی رو داشتند در مورد اینکه به نحوی رهبت اسلامی اگر شامل حال اونها نمیشد، اونها حتما تا به امروز اعدام شده بودند. واکنش هایی رو در پی داشت، نامه هایی نوشته شد، مصاحبه هایی انجام شد و ما هم تلاش میکنیم امروز از جنبه دیگر این صحبت ها رو و این واکنش ها رو با حضور آقای محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و سردبیر روزنامه اینترنتی راه دیگر، بررسی بکنیم و با شما همراه باشیم. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز جمعه اول آذر در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند، گفت که آنها حاضر به اظهار ندامت نیستند و اگر رأفت اسلامی نبود آنان باید اعدام می‌شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی تأکید کرد افرادی که او آنها را سران فتنه می‌نامید در خانه خود حبس هستند، اما نظام خیلی بر سر اینها منت گذاشته که زنده هستند و در خانه خود محبوس هستند. آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران از آنهایی که از روسیاهان فتنه 88 که مفسد فی‌الارض هستند حمایت میکنند خواسته که خجالت بکشند. وی افسود که جمهوری اسلامی منت بزرگی بر سر سران فتنه گذاشته که آنها را اعدام نکرده است. دبیر شورای نگهبان اضافه کرد چطور یک چاقوکش مفسد فی‌الارض نامیده میشد اما کسانی که 8 ماه کشور را ناامن کردند مفسد فی‌الارض به حساب نمیآیند. جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفته هرچند موسوی و کروبی در خانه های خود محدود شدند اما امکانات در اختیار آنها قرار دارد. از سوی دیگر وزیر سابق اطلاعات محدودیت سران فتنه را بر اساس مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی دانست و تأکید کرد قوه قضاییه بر اساس مسائل سیاسی عمل نمی کند. حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، با تأکید بر اینکه اظهار نظر در خصوص جنبه حقوقی تخلفات سران فتنه در صلاحیت دستگاه قضایی است، گفت مهمترین جرم این افراد حرکاتی بود که معنای جز ایستادگی در برابر قانون نداشته است. کشور قانون دارد و اگر کسی به روند برگزاری انتخابات یا نتیجه آن اعتراض یا صحبتی دارد باید در چارچوب قانون و از طریق مجاری قانونی اعتراض خود را پیگیری کند. وی با اشاره به اینکه این مسئله بارها در فرمایشات رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، میگوید این آقایان نه تنها به دنبال پیگیری اعتراضات و شکایات خود در چارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی نبودند، بلکه همراهی با استکبار آمریکا و دشمنان نظام را در دستور کار خود قرار دادند. در واکنش به این صحبت‌ها، به خصوص صحبت‌های آقای جنتی، محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، در گفتگویی که با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه داشتند، به سخنرانی احمد جنتی در نماز جمعه پاسخ دادند و گفتند آقای جنتی به کسانی که در عاشورای سال 88 به خیابان آمدند توهین کرده و تهمت زدند. وی همچنین با یادآوری اعتراف چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از اقدام حکومت در آن سال به عنوان ننگی یاد کرد که در تاریخ به جا خواهد ماند. فرزند آقای کروبی درباره ادعای جنتی گفت آقای جنتی مجدداً نه تنها توهین کرده بلکه دروغ گفته است، زیرا پدر من در خانه امن وزارت اطلاعات به سر می‌برد.
وی همچنین درباره نقش دولت آقای روحانی در رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت عده‌ای در حکومت دارند نقش آقای روحانی را در مسائل بین المللی و داخلی تفکیک می‌کنند. اینکه دولت فقط برای رفع تحریم‌ها در عرصه بین المللی فعال شود و در عرصه داخل دست دولت بسته باشد مسئله‌ای هستش که باید به اون پرداخت. محمد تقی کروبی اضافه کرد که متاسفانه دولت روحانی مدتی است که در حوزه داخلی منفعلانه عمل می‌کند. از سوی دیگر در پاسخ به صحبت‌های احمد جنتی در نماز جمعه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز شنبه در یادداشتی از واکنش پدر خود به درخواست توبه و پخش آنچه آنها فیلم حتاکانه و دروغ پردازانه تلویزیون خوانده بودند خبر دادند. در یادداشتی که وبسایت کلمه روز شنبه منتشر کرده، نرگس، زهرا و کوکب موسوی نوشتند که پدرشان در دیداری که اخیراً و پس از فیلم حتاکانه و دروغ پردازانه تلویزیون با آنها داشته، درخواست توبه از خود را غلط خوانده است و گفته است آنها مرا میشناسند و میدانند وقتی به نتیجه برسم سفید سفید است، نمیتوانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است. تلویزیون حکومتی ایران هفته گذشته فیلمی را پخش کرد که در آن طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را به توهین به امام حسین و عزاداری عاشورا در روز عاشورای همان سال متهم کرده است. بر اساس همین گزارش که در سایت کلمه منتشر شده، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد این یادداشت را در واکنش به هجمه‌های شدید روزهای اخیر علیه پدر خود از سوی سیاسیون و رسانه‌های مجری نظرات حاکمیت و ادامه مسیری می‌دونند که از سوی دبیر شورای نگهبان از تریبون نماز جمعه منتشر میشه دونسته. اونجوری که مشخص بود بر اساس همین مقدمه، حرف و حدیث های بسیاری در مورد اظهارات به خصوص آقای جنتی در میون اومده بود. ما هم به همین دلیل امروز با آقای محمد جواد اکبرین در خدمت شما خواهیم بود. آقای اکبرین سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. احمد جنتی، احمد خاتمی و حیدر مصلحی دبیر شورای نگهبان، عضو به قول معروف خبرگان رهبری و همچنین وزیر سابق اطلاعات که اساساً باید در جایگاه فقاهت قرار بگیرد، به نحوی هر سه اونها از نگاهی فقهی وارد قضیه شدند و به نحوی مفسد فعل ارز بودن رو به آقایان موسوی و کروبی اطلاق کردند. چگونه میبینید این صحبت فساد در زمین از دید آنها؟ و خب همه میدانند که حکم مفسد فی الارض در قانون جزای اسلامی در ایران امروز اعدام است، اما آنچه گفته شده است اینکه رعفت اسلامی شامل حال اونا شده. چگونه میبینید صحبت های این سه فرد رو که در اتفاقا نهادهای رسمی هم حضور دارن، به چه دلیل میبینید؟ دلیل این حجمه ها به ناگاه رو چگونه تفسیر میکنید؟ من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. درباره نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید و به درستی هم اشاره کردید که این هر سه نفری که نام بردید به هر حال به عنوان فقیه مشهورند، یک نکته بسیار اساسی وجود داره که قبل از ورود به اصل بحث به صورت محتوایی من باید عرض بکنم، و اون این که اگر چنین سخنانی رو قبل از پیروزی انقلاب 57 ما از زبان یک روحانی میشنیدیم که نتیجه سخنانش تأیید مواضع دربار شاه بود، قطعا در جامعه ایران به عنوان فردی منفور شناخته می شد، به خاطر اینکه به اون گفتن آخوند درباری. و علت اینکه می گفتن آخوند درباری هم این بود که به جای اینکه حرفهاش پایه های محکم فقهی داشته باشه، پایه های محکم درباری داره و منافع و مطامع
دربار رو تأمین میکنه. اونچه که الان ما در سخنان این سه نفر که از قضا باید از موضع فقهی هم صحبت کنن میبینیم چند ایراد اساسی داره. یک این که در جاهلیت عرب مشکلی که وجود داشت در میان قبائل این بود که وقتی در درون یک قبیله کسی توهینی میکرد به رئیس اون قبیله یا در میان قبائل اختلافی میافتاد، درگیری صورت میگرفت و کاری برخلاف منفعت قبیله دیگری انجام میشد و یا کسی از این قبیله عضوی از قبیله دیگر رو میکشت، بلافاصله جنگی آغاز میشد، خونها ریخته میشد و هیچ معیار حقوقی و قضایی وجود نداشت برای اینکه بشه از خونریزی جلوگیری کرد، بشه از جنگ جلوگیری کرد. منطقی وجود نداشت و بلافاصله تبدیل میشد به نزاع‌های خونی. اسلام وقتی بعد از جاهلیت عرب آمد، در واقع در متن جاهلیت عرب آمد، یکی از مهمترین کارکردهاش این بود که به اون جامعه وحشی بدوی یک سر و سامانی بده، یک قانونی تدوین بکنه، قضاوت رو به مردم بفهمونه و بیاموزه، اصول داوری تدوین بکنه و یه ترازوی قرار بده برای این که در دعواها از قتل گرفته تا توهین، تا اعتراض، تا اختلاف، مردم بتونن بدون خونریزی، بدون جنگ مشکلات خودشون رو حل بکنند. و تا اونجا قرآن حساسیت نشون میده برای اینکه جلوی این نزاع‌های خونین رو بگیره. میگه که بعضی ها برای اینکه بتونن این معیارها رو از بین ببرند و شما رو از این سامان دور بکنند، ممکنه یک آدم دروغگویی پیدا بشه، از قول یک قبیله ای بیاد به قبیله دیگر چیزی بگه، شما اولا سخنش مطمئن بشید. ممکنه اون آدم فاسدی باشه، ممکنه آدم فتنه انگیزی باشه، ممکنه داره دروغ میگه، اصلا بررسی بکنید و بعد بیاید در واقع در موضع داوری قرار بگیرید. همه اینها نکاتی بود که اسلام وقتی در متن جاهلیت عرب ظهور کرد با خودش آورد. سخنان این سه نفر که شما نام بردید وقتی اعلام میکنن که آقایان موسوی و کروبی باید اعدام بشن، وقتی اعلام میکنن اینا مجرمن، مفسد فی الارضن و محاربن، نه تنها منطبق با معیارهای حقوق بشر مدرن نیست، بلکه اصلا منطبق با معیارهای اسلام 1400 سال پیش هم نیست. یعنی قوانین قضایی اسلام هم الان خیلی پخته تر شده بر اثر تلاش های فقیهانی که میخوان به هر حال یک سامانی بدن به این نظام قضایی. اما گویا آقای جنتی و احمد خاتمی و حیدر مصلحی اینها در زمان جاهلیت عرب دارن زندگی میکنن، یعنی ذهنشون، منطقشون منطق جاهلیت عربه و حتی به اسلام 1400 سال پیش هم نرسیدن. یعنی داوری اینها داوری پیشا اسلام حتی و هیچ ربطی نه تنها به فقه و فقهی که در زمان امام صادق تدوین شد، یعنی در زمان امام ششم شیعیان تدوین شد و نه تنها به این دوره بر نمیگرده داوریشون، بلکه حتی با دوران پیامبر هم سازگار نیست و یه داوری پیشا اسلامیه. دلیلش هم اینه که نه دادگاهی تشکیل شده، نه جرمی مشخص شده با منطق قضایی، نه با توجه به این که جرم اینها اگر بخواد جرم باشه جرم سیاسی محسوب میشه، هیئت منصفه‌ای وجود داره و نه بر فرض این که حالا دادگاهی تشکیل بشه، محکمه‌ای باشه، قاضی بیطرف، هیئت منصفه، همه اینها، تازه اینا باید وکیل داشته باشن و از حقوق خودشون دفاع بکنن و تازه بر فرض این که همه اینها مراعات بشه و ثابت بشه که اینا جرمی دارن، باید تابع قوانینی باشن که بر زندانها حاکمه. اینها از همه اینا محرومن، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده، نه دادگاه برگزار شده، نه وکیل دارن، نه هیئت منصفه ای هست، نه جرم مشخصه، در زندان هم به طور طبیعی نیستن، در حصر خانگی هستن، در خانه خودشون هم نیستن بعضیشون مثل آقای کروبی و در خانه به اصطلاح امن وزارت اطلاعات که
با اون همه مشکلاتی که تازه خانواده هاشون مطرح میکنن و آقای کروبی تا مدت بسیار زیادی حق هواخوری هم نداشت و کاملا شرایطش بدتر از انفرادی بود. این توصیفاتی که درباره وضعیت آقای کروبی و آقای موسوی میشه، خود ما که زندان رفتیم هرگز اینجوری زندان نبودیم. ما در زندان ساعت هواخوریمون مشخص بود، زمان ملاقات هامون مشخص بود، امکاناتی در زندان داشتیم که اینا الان توی حصر خانگی ندارن. خب وقتی هیچ یک از این مراحل طی نشده، سه نفر آدم که از قضا هیچ کدومشون قاضی نیستن، یعنی مقام قضایی نیستن، و میان این گونه اظهار نظر میکنن، طبیعی است که هیچ پایه فقهی نداره، بلکه اتفاقا بر اساس فقه اگه بخوایم داوری بکنیم، هر سه نفر اینها باید برن شلاق بخورن طبق قانون فقه ها، چون تهمت زدن و در واقع کاری که کردن تحریض به حتی مرگ اینها بوده و این مجازات جدایی داره در فقه. تحریض به مرگ به این معناست که وقتی اینها در جامعه بدون طی روند قضایی کسانی رو فاسد و مفسد اعلام میکنن و خودشون هم یه سری هوادار و نوچه و اینها هم دارن، نگرانی از این که این باعث بشه که دیگران مترصد فرصت باشن برای کشتن اینها، این یعنی تحریض به قتل فردی که گناهش در دادگاه ثابت نشده، از این بابت هم اینها سزاوار مجازات قضایی هستن. این است که من فکر میکنم که هیچ یک از این عناوین بر اینها صادق نیست تا زمانی که دادگاه تشکیل نشه و کسی که قبل از دادگاه این حرفا رو میزنه اتفاقا باید مجازات بشه. و آخرین نکته‌ای که اینجا وجود داره مسئله محاربه. محارب در تمام رساله های فقهی فارسی که دست مردمه، حتی نه رساله های تخصصی فقهی مثل عروة الوثقا و غیره، محارب به کسی صدق میکنه که وارد جنگ مسلحانه با حکومت بشه. معترضان 25 خرداد راه پیمایی سکوت 3 میلیونی، مطلقا کسی تیری اونجا شلیک نکرد مگر عوامل حکومت. احدی نمیتونه درباره شروع اعتراضات سندی پیدا بکنه مبنی بر این که یکی از معترضان دست به اسلحه برده باشه یا اصلا اسلحه اونجا وجود داشته باشه. اعتراض خیلی روشن بود، اعتراض به تقلب انتخابات سال 88 بود، پاسخ نگرفت. آقای خامنه ای برای اینکه موج این اعتراضها رو به خوابونه زودتر از حتی نظر شورای نگهبان، رأی آقای احمدی نژاد 25 میلیونی اعلام کرد. این تخلف بزرگترین تخلف بود، هنوز روند قانونی نشد. روند قانونی میخواد طی بشه، داور محکمه شورای نگهبان نیست که خودش طرف دعوا نباشه. احمد جنتی قبل از انتخابات به صراحت از محمود احمدی نژاد که یک رقیب انتخاباتی بود دفاع کرده بود، در نتیجه عدالت خودش رو از دست داده بود، داور بیطرف نبود. ارجاع شکایت مردم به داوری که خودش یک طرف دعواست، غیر قانونی، غیر عادلانه، غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر عاقلانه است. یعنی هیچ یک از این عناوین رو نداره. خب طبیعی است که ملت میریزن بیرون اعتراض میکنن. هیچ اعتراض مسلحانه نبوده، خودشون هم نتونستن سندی اثبات بکنن علیرغم همه دروغ هایی که گفتن، افسانه نوه دی خلق کردن، اینها گفتن نوه دی ده ها میلیون نفر اومدن بیرون به تعبیر آقای خامنه ای. خب یه دروغ واضح بود، یه افسانه بیش نبود، هنوز هم این افسانه جا نیافتاد، از این به بعد هم جا نخواهد افتاد. تو شبکه‌های اجتماعی هم که اصلا به نوه دی گفتن روز جهانی ساندیس، به خاطر اینکه یه عده آدم رو به هر حال اینها تونستن با اضافه حقوق از شرکت ها و کارخونه ها و کارگاه ها بکشونن تو خیابون. نمیگم هواداران خودشون هم نبودن، قطعا اونها هم بودن، ولی اینکه بتونن این حجم از یه حجم از خیابونای تهران رو پر بکنن، بالاخره به چشم دوربین بیاد، بخش عظیمیش از اینها بودن. خب خیلی خوب همه این کارا رو اینا کردن، اما
اینایی که در این دروغ گفتن اینقدر حرفه‌ای‌ان نتونستن برای 25 خرداد یه دونه اسلحه پیدا کنه. اسلحه هایی که 25 خرداد به سمت مردم شلیک شد اسلحه های بسیج و سپاه و نیروهای شبه نظامی بودن که اومدن تو خیابون. اگر بنای محاربه باشه کسانی محاربه به عنوان محاربه باید محاکمه بشن که به طرف مردم شلیک کردن و یک اعتراض اصلاح طلبانه رو تبدیل کردن به یک نبرد خونین. طبیعتاً وقتی اونا خشمگین به طرف مردم اسلحه شلیک میکنن واکنش های مردم در روزهای بعدم واکنش های بسیار تند و خشونتباری میتونه باشه، ولی مسبب این قضایا قطعاً نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به حکومت بودن و عنوان محارب بر هیچ یک از معترضان سال 88 صادق نیست. آقای اکبری، شما به نقش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تحولات پیش از انتخابات و در جریان همون هفته های اول انتخابات اشاره کردید و اون نماز جمعه مشهوری که بر صورت ایشون پیش از تایید شورای نگهبان نتیجه انتخابات رو مورد تایید قرار دادن. اما پس از انتخابات و جریاناتی هم که صورت گرفت و حتی همین چند وقت پیش هم باز ایشون از توبه و عذرخواهی صحبت میکنند و از جریانی صحبت میکنند که هزینه بسیار سنگینی رو به نظام وادار کردند. بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که بحث توبه بسیار داغ شد و خب توبه و عذرخواهی به یکی از مفاهیمی اضافه شد که در کنار فتنه هر جایی صحبت میشد از اونها هم به نحوی نامی برده میشد. حتی در همون فیلمی که در تلویزیون ایران پخش شده و خب اشاره مستقیمی و خب همونجور که به تعبیر دختران آقای موسوی فیلم حتاکانه به طرفداران ایشون و آقای کروبی بود، اشاره میشه که فرصت توبه گویا از آقای موسوی و کروبی گرفته شده، چرا که چندین بار نظام اجازه داده که این دو عزیز توبه کنند اما هیچگاه مشخص نمیشه آقای موسوی و کروبی از چه باید توبه کنند. شما این سوال رو چگونه ببینید؟ واقعا آقای موسوی و کروبی از چه باید توبه و یا عذرخواهی بکنن؟ این یک وجه سیاسی داره، باز یک وجه فقهی. من طبیعتا وجه فقهیش رو پررنگ‌تر خواهم کرد. ببینید، مسئله توبه و عذرخواهی اساسا یک مسئله شرعی نیست، یعنی وجاهت شرعی نداره. در شرع اگر کسی گناهش ثابت شد، جرمش ثابت شد، طبیعتاً اون جرم یک مجازات خاص خودش رو داره. اون مجازات یا انجام میشه یا مشمول عفو و گذشت حاکم شرع قرار میگیره. این وسط ما چیزی به نام عذرخواهی که یه فعل اخلاقی است در بستر شرعی نداریم. ببینید، حصر خانگی چیزی نیست که توی قانون و فقه و اینها وجود داشته باشه. خود این یک عمل غیر شرعی است. اینها در پیش از 1000 روز حصر خانگی که اصلا به عنوان مجازات نه در فقه هست نه در قانون در هیچ جا نیست، خود این عمل غیر شرعی است. بعد از این همه روز سر موضعشون ایستادن و حالا حکومت میخواد اینا رو مجبور بکنه به عذرخواهی. عذرخواهی در کجای شرع اومده؟ در کجای فقه اومده؟ و خب اگه مجازات دارن باید مجازاتشون انجام بشه. مجازاتشون هم این نیست که الان هست. یه محکمه ای تشکیل بدید، کار رو روند حقوقی و فقهی پیش ببرید با داور بی‌طرف، با محکمه بی‌طرف. اینو بیشتر یک سری شانتاژ های در واقع سیاسی است. آقای خامنه‌ای خودش یه تعبیری داشت قدیما، من فکر میکنم این تعبیر اتفاقا الان خیلی صادقه. ایشون معتقد بود به شارلاتانیزم مطبوعاتی، میگفت که اون روزنامه‌های به قول ایشون زنجیره‌ای در دوران اصلاحات روی موضوعی کلید میکردن و اونجا مانور میدادن و چند تا روزنامه با هم تیتر میزدن. خب مثلا سر قتل‌های زنجیره‌ای یا سر سایر قضایا این مورد خیلی ایشون عصبانی کرده بود و همون هم ایشون در واقع
استناد کرد بهش برای تعطیلی روزنامه ها که اینا یک جبهن، یک جریانن و تبدیل به پایگاه دشمن شدن. چرا؟ چون همزمان با هم تیتر میزنن روی موضوع، فشار وارد میکنن و ایشون میگفت این آزادی نیست، این شارلاتانیزم مطبوعاتی است. من معتقدم که یک آقای خامنه‌ای از موضع رهبری جمهوری اسلامی، از موضع اقتدار و در واقع اون اختیاراتی که داره، در واقع در حال پیش بردن روندی است که اسمش نوعی شارلاتانیزم ولایی است، یعنی استفاده از قدرت و اختیارات برای تحمیل کردن اموری که نه پایه فقهی دارند و نه قانونی، چیزی جز این نیست. مسئله توبه هم یک امر معنوی و شخصی است. ببینید، توبه رو انسان در برابر خدا میکنه. عذرخواهی هم یک عمل داوطلبانه اخلاقی است که من وقتی فکر کردم، اشتباه کردم، با خودم خلوت کردم، به این نتیجه رسیدم کار اشتباهی انجام دادم، میرم جلو عذرخواهی میکنم. اولی یه امر معنوی درونی است، دومی امر اخلاقی درونی است، و این دوتا رو تبدیل کردن به یک طلب و طلبکاری سیاسی واقعا مصداق پدیده هایی است که در دوران جدید ما داریم میبینیم. البته این شیوه حکومت هاست برای عوض کردن قصه، عوض کردن صحنه ماجرا و وادار کردن کسانی به این که بیان و در واقع جلوی مردم خودشون رو بشکنند، و اگر اینجا شکسته بشن خودشون نیستند که فقط میشکنن، اون راه و هدف هست که شکسته میشه. اینجاست که امام حسین یه جمله‌ای داره که میفرماد که رب ذنب احسن من الاعتراض منه، میگه چه بسا گناهی که بهتر از عذرخواهی از اون گناهه. یعنی بعضی وقتا آدم باید یه کاری بکنه، وقتی میبینه حقه پاش وایسه، همه عالم هم که بگن گناهه، پذیرفتن این گناه بهتر از عذرخواهی ازش. چون فقط خود آدم نیست که میشکنه، یه راه و هدف هست که میشکنه. از روز انتخابات سال 88 تا به امروز تمام شبهات راجع به تقلب باقی است، هیچ یک از شبهات رفع نشده. یه یادداشتی هم من نوشتم وقتی آقای خامنه‌ای گفت عذرخواهی کنن، و استناد میکرد به اینکه انتخابات اخیر ببینید چه خوب برگزار شده، این معلوم میشه که 88 هم تقلب نشده. خیر، بزرگترین سند تقلب اینه که کمیته صیانت از آرا اومده بوده، اسناد تقلب رو جمع کرده بوده، گماشتگان آقای خامنه ای ریختن دفتر کمیته صیانت از آرا، اسناد همه رو غارت کردن و تمام کسانی که اونجا بودن رو بازداشت کردن، بعضیشون تا سالها هنوز بازداشتن. این بزرگترین سند برای این که تقلب اتفاق افتاده، و اونا اگه وحشت از اسناد تقلب نداشتن اونگونه وحشیانه نمی ریختن به کمیته صیانت از آرا تا اسناد رو بدزدن و افراد رو زندانی بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که مقوله توبه و عذرخواهی بیشتر یک نمایش سیاسی و باز با استناد به تعبیر ایشون شارلاتانیزم ولایی است. آقای اکبرین، اگر اجازه بدید به واکنش ها بپردازیم. در مقدمه برنامه من بخشی از صحبت های فرزند آقای کروبی و بخشی از نامه‌ای که فرزندان آقای موسوی نوشته بودند رو هم خوندم. شما چگونه ببینید اینکه حتی آقای کروبی در جایی اعلام کرده بودند که آقای جنتی آرزوی توبه پدر من رو با خود به گور خواهند برد؟ چگونه است این واکنش ها و این صحبت ها؟ حتی بعدش در برخی از محافل دیگه هم ما واکنش هایی رو دیدیم. به طور کل این واکنش ها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من این واکنش ها رو بسیار واکنش های سنجیده یافتم، و نکته ای که آقای مطهری در واکنش به اظهارات آقای جنتی آورد، اولا بسیار متقن بود به لحاظ حقوقی، و ثانیا به لحاظ اخلاقی
بسیار به نکات درستی اشاره کرده بود آقای مطهری. اون چیزی که بسیار شاخص بود روی پاسخ آقای مطهری تکیه بر بخش حقوقی ماجراست، به اینکه آقای جنتی در خطبه نماز جمعه وارد داوری شده که این داوری طبیعتاً در شأن او نبوده، اصلا در صلاحیت او نبوده و چیزی که هنوز دادگاهش برگزار نشده طبیعتاً ایشون نمیتونست در برش اظهار نظر بکنه. اظهار نظر آقای کروبی فرزند آقای مهدی کروبی از این جهت خیلی شاخص بود که روی این تأکید کرد که آقای جنتی به راحتی دروغ میگه. ببینید آقای جنتی تو این خطبه نماز جمعه گفتن که اینها در خانه های خودشون هستن، رفاهیات خودشون رو دارند و به لحاظ بهداشتی به اینها رسیدگی میشه و نظام سرشون منت گذاشته، گفته شما تو خونه خودتون باشید ولی زنده باشید. خب حالا کاری با این عناوین ندارم، این تعابیر نفرت انگیز ندارم. این که میگم نفرت انگیز به خاطر اینکه شما تعجب نکنید آقای محمد تقی کروبی در پاسخ آقای جنتی میگه آرزوی توبه پدرم رو به گور ببرید. این ادبیات واکنش به ادبیات آقای جنتیه، یعنی ادبیات نفرت انگیز آقای جنتی لایق همین پاسخ. کمان که ما میبینیم یه آدم وزین و سنگین و یه پژوهشگر وارستهی مثل آقای غلامعلی رجایی که شما هیچ وقت حرف تندی از ایشون نشنیدید، همیشه منطقی حرف زده، از پژوهشگران مؤسسه تنظیم نشر آثار امام و از نزدیکان خانواده آیت الله خمینی، یه نامه نوشته گفته ای کاش نظام ما جنتی نداشت و آبروی نظام تو دنیا نمیرفت. خب کسی که اونجوری صحبت میکنه باید اینجوری جواب شده، مگر اینکه شعور و درک فهم جواب اخلاقی رو داشته باشه، جواب آرام رو داشته باشه، خجالت بکشه، که خب این در منطق این آقایون نیست، اصلا چیزی به نام خجالت و حیا در منطق اینا نیست. اما اون چیزی که آقای کروبی اشاره کرده، فرزند آقای کروبی، اینه که ایشون دروغ میگه، چون پدر من آقای محمد تقی کروبی میگه پدر من اولا در خانه خودش نیست، دروغ اول. مسائل بهداشتیشون رو دارن، دروغ دوم. میگه در خانه پدر من تله موش کار گذاشتن به خاطر اینکه موش در اون خانه زیاد رفت و آمد میکنه و حتی یه بار آقای کروبی برای اینکه مثلا کناره بگیره از موشی که اومده بود از زیر پاش رد بشه زمین میخوره و آسیب میبینه. این دروغ دوم. سوم اینکه دکتر و اینا در اختیارشونه، اینها در این هزار روز تازه این اواخر به وضعیتشون رسیدگی شده، وضعیتشون به بدترین جای ممکن رسیده بود، وقتی وضعیت خطرناک شد اینا به وضعیت بهداشتی اینا بیشتر رسیدگی کردن. تازه به گفته آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون میگه در ماهای اخیر رفته میشه رهبری و بهشون گفته اگر اینا با این بیماری بلایی سرشون بیاد ننگیست که تا آخر بر دامن نظام هست. الان من فکر میکنم اینا ترسیدن که بلایی سرشون بیاد، این ننگه رو نمیخوان یه جوری تحمل بکنن و بهشون رسیدن، وگرنه کینه و بغضی که نسبت به این معترضان مقاوم وجود داره طبیعتاً برای اینها در اینها اونقدر زیاده که حاضر به مراعات مقولات حقوقی، قانونی، انسانی و شرعی و اخلاقی درباره اینها نیستن. پاسخی که دختران آقای موسوی هم دادن بسیار وزین بود، افتخار کردن به این پدر و مادر و گفتن که پدر ما گفته اونا منو میشناسن و میدونن که اگه به این نتیجه برسیم که سفید سفیده، محاله که با این فشارها بگم سفید سیاه. من در آخر این گفتگو اگر اجازه بدید استناد بکنم به جنبه های ایمانی مقاومت رهبران جنبش سبز. اگر ما روزگاری در قصه ها و در روایات میخوندیم که در اطراف پیامبر کسانی بودند که محکم پای ایمانشون وایسادن، از شکنجه های بت‌پرستان و اشراف قریش خسته نشدند، اگر ما از عمار یاسر خوندیم، اگر از یاسر و سمیه خوندیم، اگر از ابوذر و تبعیدش به ربزه خوندیم، اگر از کسانی خوندیم که انهم بنیان و مرسوس در قرآن آمده، اونقدر محکم پای اون چه که حقیقت یافتند ایستادند و لحظه ای
تردید به خودشون راه ندادند، من فکر میکنم که مدل ایمان رهبران جنبش سبز و مقاومتشون دقیقاً اون اسطوره ها رو، اگر برای کسانی اسطوره بودن، دوباره زنده کرده و به حقیقت تبدیل کرده. اون موجودات به ظاهر اساطیری رو از بس استحکام و ایمانشون رشک برانگیز بود. و مصداق این آیان که الذین قالوا ربنا الله، کسانی که گفتند خداوند پروردگار ماست، این والی و اون حاکم و اون در واقع کت خدا اختیار اینها رو به دست ندارن، اختیارشون دست خداست. الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، بعد پای این حرف وایسادن. قاعدتا اینها نقم گذشته دارن، نقم آینده. در قرآن آمده که خداوند وقتی کسانی چنین ایمان میارن و چنان استقامت میکنن، نوعی وحی بر اونها نازل میکنه. تتنزل علیهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، انگار فرشته ها بر اونها وحی نازل میکنه از جنس تجربه های پیامبران که نه بترسید نه غمگین باشید. ترس همیشه از آینده است و غم همیشه از گذشته است. یعنی آدم به خاطر گذشته هاش غصه میخوره، به خاطر آینده اش ممکنه بترسه. به اینها وحی میکنن که ان لا تخافوا، نه بترسید از آینده، ولا تحزنوا، نه غم گذشته رو داشته باشید. و این طبیعتاً این وحی، این الهام، ایمان اینها رو محکمتر میکنه و در نتیجه برداشتی که دختران آقای موسوی، فرزند آقای کروبی، نزدیکان اونها از موضع اینها داشتن و در روزهای اخیر منتشر کردن کاملا منطبق هم با مبانی ایمانی و در واقع وحیانی ماست و هم این بیش از 1000 روز گذشته ثابت کرده که اونها دقیقا خبری که این بچه ها دربارش میدادن کاملا درسته و اونها مقاومتر از این حرفان که با شارلاتانیزم ولایی بخوان عقب نشینی بکنن و توبه بکنن و عذرخواهی بکنن. ممنون آقای محمد جواد اکبرین عزیز که امروز همراه ما بودید. بحث بسیار مفصل و به جایی بود. خیلی لطف کردید که امروز همراه ما شدید. امیدوارم در فرصت‌های بعد البته با خبرهای خوب همراه شما باشیم. از شما هم تشکر میکنم که امروز همراه برنامه تفسیر خبر بودید. به صفحه فیسبوکی ما اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق آرشیو برنامه های ما رو مشاهده کنید و همچنین از طریق همون صفحه فیسبوکی و یا آدرس ایمیل برنامه با ما در ارتباط باشید تا با نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون ما رو در بهتر شدن برنامه تفسیر خبر یاری برسید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درود دیگر.